یک قصر و هزار دریچه. سلام دوستا، به برنامه یک قصر و هزار دریچه خوش آمدین. دوستای خوب، آیا تا حال در مورد آثار تاریخی نارنج تپه کابل شنیدین؟ اگر نی، لالو ماما امروز در پالی دگه دریچام در باره آثار تاریخی نارنج تپه هم یک دریچه را باز میکنه. پس بیاین که برنامه را با هم بشنوید. اوه ای، ای زلگونه چرا قدیر کرد؟ همین وقت آمدن هیچ خوش ندارم. لالا بشیر، میفهمم که به خاطر نوقت آمدن ما قار هستی. مرا یگان یک ساعت منتظر ماندی، خوب از قار می باشم. خیر لالا بشیر، از خردا لخشیدن، از کلانا بخشیدن. زیاد چالاکی نکو، بگو چرا نوقت آمدی؟ در وقت آمدن ما جمیل بیدرم بالای خاکستر تندور پای خودمان، کمک سوخت. چی؟ زیاد خو نسوخت؟ نه نه، کمک ترسید. چی غال مغال شروع کرد که دیدم جور تیار است. خو خیلی بریم که لالو ماما منتظر خواد بود. اوه مهمانای گلم خوش آمدین. خوش باشی لالو ماما. من یک ساعت پیش منتظرتان بودم. لالو ماما امروز سر مکم ناوخ شد. نمیبینی که لبروی لالا بشیرم چطور ترش است؟ آه معلوم خو میشه. اما نگفتی چرا سرت ناوخ شد؟ دکون جولی خاکستر تندور انداخته بودم. بیده خوردم ساتری میکرد که یک دفعه بالای خاکستر پای خودمان، یک دفعه چیغ و پیغش رو کرد. وی زیاد خونه سوخ بیچاره. نه نه، جور تیار بود، کمی ترسیده بود. لالو ماما، خاکستر تندور رو دیگه نه، در جای صحیح نمیپرته. اگر در جای صحیح منداخت بیادرم نمیسوخ. راست گفتی بشید. لالو ماما، خی بیاین که به قصر بریم و دیگه گفار اونجا خود زدیم. گل گفتی زرغونه، بیاین که بریم. بعضی وقتا از بی‌احتیاطی خورد مشکلات کلان کلان جور میشه. لالو ماما، من میگم امروز همی باره یک دریچه را باز کو که زرغونه صحیح بفهمه و دیگه ای که فکر خودا بگیره. آفرین بشیر، گپ دل ما زدی. اینه ای شما یام دریچه. تا برا دخترم، خاکستر تندور در جای صحیح پر کو. صحیح است مادر، خاکستر است، تلاخو نیست که دست ببریش. دخترم، بعضی وقتا در خاکستر قوغ می باشه، نه که خدای نخواسته چیزی بسوزه. بیغم باش مادر، در خاکستر هیچ قوغ نمانده، خاکستر خالی است. خوصایی است. تندور در دادم، آل بروم که خمیره بیارم. بوزنکه، از ای کادان چرا دود می برایه، نه که در گرفته. الله، حالا که کادان در گرفته، او خدا جان، حالا او مردم. حالا که خانه در گرفت، حالا او بیارین، نمانه که تمام کاد در گرفته. خدام حالا حالا زود کردین که خانه ما می سوزه. حالا خدا جان، حالا او مردم برسی. آقای صابره، حال خود تمام خوراکی گوا در گرفت، مالان گشنه است، شیر گواز بی خوراکی بیخی خشک شده. مام به سر چشم میبینم، چاره چیست؟ مجبور استم پیسا قرض کنم علف بخرم. هنوز شروع زمستان است و مالداری مام نام خدا خوزیاد. ای کاش که تنها غم که و علف مالا باشه. سیزم تندورم کلش سوخت، مجبور استم به تندورم ازم بخریم. کلش از دست من. اگه خاکستر در جای صحیح منداختم، آل به ای آل روز گرفتار نمی شدیم. دخترم، من خو برای چند دفعه گفتم، اما تو گپ من نشنیدی. آل چطور کنیم؟ پدرم قپایسی زیاد از کجا کنه؟ دخترم، مام به می فکر استم. وی، راستی که این کار بسیار خطرناک است. خوب شد که فهمیدی زرغونه، که باز بی احتیاطی نکنی. بشیر، این مسئولیت همه فامیل چی مرد چی زن است که خدا و فامیل خدا از هر نوع خطر نگاه کند. راست گفتی لالو ماما، باز وقتی که خانه بسوزه مثل خانه صابرشان به کل فامیل ضرر میرسد. دیگه ای که بدون کابل و شارای کلان در اطراف افغانستان اطفایان نیست که زود بیایه و آتش گل کنه. راست میگی لالو ماما، باید از زیاد متوجه میباشه. لالو ماما، کابل یاد کردی،
او روز در جای خواندم که در نارنج تپه کابل بسیار آثار تاریخی پیدا شده. راستی؟ چقدر خوب؟ راست میگی بشیر، ماما میگه پشونیدیم خدان چی چیزهایی را پیدا کرده باشن. لالو ماما، گپی پدر کلانم، شف شف نه شفتالو، بیاده میباره یک دریچه را باز کن، مام خوش توام خوش. راست گفتی زرغونه، اینه، ای شما و یام دریچه. سلام دوستا، من خبرنگار قصر هستم. شما میفهمین که افغانستان یک کشور تاریخی است که جاها و آثار تاریخی زیاده داره. در سالهای آخر در نارنج تپه کابل آثار تاریخی زیاده کش شده. زیاد مردم درباره آثار تاریخی نارنج تپه معلومات ندارن. ای که کدام نوع آثار تاریخی در نارنج تپه کش شده، من میرم به ریاست باستان شناسی و از اونا پرسان میکنم. سلطان مسعود مرادی هستم، عامر دیپارتمنت ترمیم آثار ریاست باستان شناسی. نارنج تپه یا تپه نارنج یکی از ساحات باستانی کشور است که در شهدای صالحین عقب کوه شیر دروازه در دامنه شرقی کو ای ساحه موقعیت دارد. آثار باستانی که در سراسر افغانستان می باشه وظیفه ریاست باستان شناسی افغانستان است که آثار را سروی بکنه. بعد از سروی تیمای حفاری اجومه را ساحه را کاوش میکنن و آثار به دست میاد که آثار تپه نارنج هم در سال 1383 برای اولین بار توسط تیم باستانشناسی افغان فرانسه اینجا سروی شد و 11 دور حفریات در ساحه انجام شد که به همکاری کشور فرانسه این حفریات به انجام رسید. از این ساحه آثار منقول و غیر منقول به دست آمده. برای کودکان نازنین باید گفت که آثار منقول ما او آثار است که قابل انتقال است. یعنی چی؟ یعنی آثاری که از یک جا به جای دیگه میتونیم او رو انتقال بدیم. آثار غیر منقول مثل خانه، مثل ساختمان ها که قابل انتقال نیستن. بنابراین ما باستانشناسا آثار به دو بخش تقسیم کردیم، منقول و غیر منقول. در آثار منقول مجسمه های خرد و کوچک، وسایل زینتی که به خاطر تزیین افراد و اشخاص به کار می‌رفتن، مثل مهره ها، مثل سکه ها. سکه ها امروز ما و شما که پول افغانی داریم، در گذشته ها از سکه، این سکه ها از چی جور میشد؟ از فلزات. اکثرا فلزاتی که در خود وطن استخراج میشد، در خود وطن ضرب زده میشد و در داد و ستد روزمره مورد استفاده قرار میگرفت. این آثار از اینجا کشف شده. این آثار مربوط دوره کوشانی ها، یعنی کوشانی ها یک سلسله شاهانی بودند که از قرن اول میلادی الا آخر قرن چهارم میلادی در افغانستان اینا حکم روایی داشتند. همچنان یفتلی ها الا اواخر قرن هفت میلادی در افغانستان حکم روایی داشتند. یعنی اینا رو گفته میتونیم که بیشتر از 1300 سال تاریخ یفتلی ها میگذره و آثار اکثرا مربوط دوره کوشانی ها و اوایل یفتلی ها در این ساحه بدست. حد اقل 500 سال قبل از امروز. دوستای مهربان، ای بود معلومات کوتاه در مورد آثار تاریخی نارنج تپه. خدا کنه خوشتان آمده باشه. خدا حافظتان. سلکو، در بین کوهای بلند بلند چی چیزا پیدا شده؟ افغانستان بسیار یک کشور تاریخی است و دیگه ای که جاهای تاریخی هم زیاد داره. راست میگی بشیر جان. من خوشکر به خاطر دوستای معلومات بسیار جالب پیدا کردم. بسیار خوب شد. زرغونه، همون معلومات خاکستر هم همراه دوستای چریک کن. صحیح است. اما گلالو ماما یک دریچه دیگر هم باز کنه، معلومات بسیار زیاد میشه. ای چالاک. شما غم دوستای خودم میخورین، من نه. ماما از خود دوستا و رفیقا دارم. ای نه، یام دریچه شنوینده. سلام دوستان، من حامد خارم آلیا جان به شما یک ترانه زیبای میخوانیم. برفا برفا استاد ما بفرما، دوست دارم همیشه مثل گلی بنفشه. بنفشه ها باشد استاد ما نام شد، بنفشه ها بسته شد استاد ما خسته شد. چی قلم چی خط کش، چی استاد زحمت کش، چی آسمان چی زمین، یو استاد نازنین. من میگم زنده باشی لالو ماما، از برکت تو هم سات ما تیر شد، هم چیزای زیاد یاد گرفتیم. حالا با ما بگوین که امروز چی چیزا را یاد گرفتین از دریچه.
لالو ماما ما یاد گرفتم که خاکستر تندور و دگدانه در یک جای مناسب پرتیم که به کسی با چیز ضرر نرسانه و خطر نداشته باشه. من فهمیدم که نارنج تپه کابل یک جای بسیار قدیمی و تاریخی است که از اوج آثار تاریخی و مجسمه ها که از زمان قبل از اسلام است پیدا شده. نام خدا، شما جواناق و بسیار لایق و فامیده هستین. لالو ماما، بخیالم که خودت منتظر کسی هستی. ما با اجازت میریم خانه. وی ما میگم بلای آدمی وشار دور باشه. راز گفتی بشیر جان، از شما چی پد؟ ما در قصر امروز یک میمانی داریم. درست است لالو ماما، خودت پیش میمانید برو، ما با اجازت رفتیم خانه. خدا حافظتان میمانای نازنین. خدا حافظ لالو ماما. پناهتان به خدا. دوستای مهربان، شما برنامه یک قصر و هزار دریچه را که شنیدین، آرش ننگیال در مؤسسه تعلیمی افغانستان برای شما نوشته و جور کرده بود. اگر در خانه اینترنت دارین، تمام برنامه ما را در وبسایت تجلا.af خوانده و شنیده میتونین.